با نام و یاد خداوند قادر متعال و با سلام و صلوات به سید رسولان و خاتم پیامبران و اهل بیت پاکشان، عرض سلام و ارادت خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی. بسیار خرسند هستیم که بار دیگر توفیق شد و از دریچه تلویزیون جهانی هادی با برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم با شما خوبان همگپ و همسخن هستیم. امشب در خدمت کارشناس محترم جناب دکتر توکلی هستیم. اجازه بدین سلام علیکی با خدمت ایشان عرض کنم تا اعلام کنم که امشب درباره چی گپ میزنیم، موضوع بحث ما چیست. سلام علیکم جناب توکلی بزرگوار، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودت. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حیدری. علیکم السلام. و همه بینندگان گرامی، خواهران و برادران عزیز، وطن‌دارای گرامی و همه فارسی زبان هایی که برنامه ما رو میبینن، امیدواریم که انشالله برنامه خوب و مفیدی در خدمت بینندگان عزیز داشته باشیم. انشالله قطعا همین قسم خواهد بود. یکی از یا در واقع بگیم اساسی ترین مسئله در شکوفایی و پیشرفت هر جامعه بحث تعلیم و تربیت هست. توجه به نظام آموزشی هر کشور و هر جامعه بسیار بسیار حیاتی و سرنوشت ساز است. چرا؟ چون نسل آینده ما در همین نظام تعلیم میبینه و از اون مهمتر تربیت میشه. یکی از مباحث بسیار بسیار مهمی که در بحث تربیت مطرح هست این سوال است که چی کنیم تا تعلیم و تربیت ما اخلاقی شود. موضوع بحث امشب ما با جناب دکتر توکلی اخلاق تعلیم و تربیت هست. جناب دکتر توکلی بزرگوار، در اخلاق تعلیم و تربیت دقیقا ما به دنبال چی مطلبی هستیم؟ به چی نیازی و چی سوال اساسی میخواییم پاسخ بدیم؟ بله، حضور شما و بینندگان گرامی عرض میکنم که اولا باید ببینیم که انسان کیست و چه هویتی داره، از چه چیستی و هویتی برخوردار هست، چه استعدادهایی داره، چه اهدافی برای خلقت انسان تعریف شده و به عبارت دیگه انسان به چه کمالاتی میتواند برسد. تا سوالای بسیار اساسی و سرنوشت ساز است. بله دقیقاً. تا بعد ببینیم که نظام تعلیم و تربیت باید چگونه پیریزی بشود و ما چه برنامه ای و چه پلان هایی داشته باشیم برای اینکه این انسان استعدادهاش به فعلیت برسه، شکوفا بشه، به خودآگاهی و خودشکوفایی و کمال انسانی خودش برسه. بله. قبل از این که وارد بحث باشم، دوست دارم که اینجا اشاره داشته باشم به آنچه که مولانا جلال الدین بلخی در مورد انسان و تعریف انسان گفته، که میدونید دیگه تمام اون چی که عرفای ما، بزرگان ما ارتباط با معارف اخلاقی و تربیتی گفتن به نوعی برگرفته از تعالیم قرآن و احادیث نبوی است. به قول عبدالرحمن جامی فرمود که مثنوی معنوی مولوی هست قرآنی به لفظ پهلوی، همون ترجمه قرآن هست به فارسی. بله به فارسی. یا اونچه که آیت الله العظما جوادی آملی در مورد حافظ میفرماید که حافظ قرآن مترجم است، ترجمه قرآن است. لذاست که بسیار لطیف است. بله، چه تعبیر زیبا و حکیمانه است. به این دلیل است که حافظ میگه که عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. لذا باید ببینیم که بزرگان ما که واقعا با عمق معارف دینی ما آشنا بودن، اینا همیه که درست پیش روز حافظ هم حافظ بود. بله، به همین دلیل اشاره کردیم. یادشان گرامی می‌دارم. بله، لسان الغیب حافظ شیرازی، یکی از کسانی است که بر قله معارف بشری و الهی ایستاده. مولانا میگه که جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. میگه انسان
دو بعد داره، بعد فیزیکی و جسمانی و بعد روحی، و حقیقت او روح و جان اوست. همونطور که فردوسی میگه که به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. انسان محصول جان یعنی روح، نفس ناطقه، بعد معنوی و ملکوتی و عقله. و بعد میفرماید جان نباشد، حالا ببینیم که جان یعنی حقیقت وجود انسان چیه. جان نباشد جز خبر در آزمون، یعنی انسان مجموعه خبر و آگاهی و اطلاعات هست. انسان مجموعه دانسته ها و خواسته ها و آرزوهاست. اگر معلومات و آرزوها و امیال و ارادر از انسان بگیریم، انسان یک به اصطلاح تکه گوشتی بیشتر نیست. هر که را افزون خبر، جانش فزون. هر که آگاهی بیشتری داره، وسعت انسانی او بیشتر است، به تعالی بیشتری رسیده، به شکوفایی و خودآگاهی بیشتری رسیده. بعد میگه جان ما از جان حیوان بیشتر. ما سعه وجودی ما از حیوان بالاتره، مرتبه وجودی و کمال وجودی ما در مرتبه بسیار بالاتر از وجود حیوانات هست. چرا؟ از چه؟ زان رو که فزون دارد خبر. چرا جان ما از جان حیوان بالاتره؟ چون اخبار و آگاهی و اطلاعات ما بیشتره و مهمتر از او تفکر، قدرت تفکر. دقیقا. لذاست که قرآن میگه اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. ببینید توی فلسفه خلقت انسان هم مفصل بحث شده که و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. بنابراین انسان مجموعه آگاهی ها و آرزو هاست. بعد میگه که وز ملک جان خداوندان دل باشد افزون، تو تحیر را بهل. اشاره داره به حدیث معروف پیامبر که فرمود موجودات سه گونن، یا عقل هستند، عقل محض یا شهوت محض. اونا که عقل محضن ملائکه، ملائک فرشتگان هستن. اونا که شهوت محضن حیواناتن. بعد فرمود قسم سوم موجوداتی هستند که مرکب از عقل و شهوتن. بعد فرمود اگر کسی عقل او بر شهوت او غلبه بکنه، بالاتر از ملائکه است، و اگه بالعکس بشه، شهوت بر عقل غلبه بکنه، پایین تر از حیوانات. و مولوی ایره در این بیت ها و زبان شعر چه زیبا بیان فرمود. بله بله، خیلی زیبا میگه و از ملک جان خداوندان دل باشد افزون، تو تحیر را بهل، شک نکن در این مسائل. لذا ببینید در مورد قسم سوم که شهوتشون بر عقلشون غلبه میکنه، قرآن میگه اولائک کل انعام بل هم اضل. و در مورد پیامبر میگه ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. در معراج به جایی رسید که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است طیران آدمیت یا مقام آدمیت. لذاست ما میخوایم اینو ببینیم که اصلا ما برای چی خلق شدیم، چه هویتی داریم، باید به کجا برسیم، و مهمتر از این نسل آینده رو چطور تربیت کنیم. جناب آقای حیدری، ما در تعالیم روایی خودمون داریم که یکی از حقوق مهم فرزند بر پدر و مادر تربیت صحیح است. و خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم، تمام روانشناسا، تمام فیلسوفا و تمام اخلاقیون بله به این نتیجه میرسن که انسانی به رشد و تکامل در ابعاد مختلف، حتی رشد مالی و اقتصادی و رشد بله فیزیکی میرسه که تربیت خوبی داشته باشه. مثلا اعتماد به نفس بالا داشته باشه، به خودشناسی برسه. انسانی که از ترسها، تهدیدها، ارعابها، ناامیدیها به دور باشه و به خلاقیت برسه، بتونه واقعا او توانایی های ذاتی خود کشف بکنه، بتونه در واقع در جهان، در ملک و ملکوت تصرف بکنه، اراده او حاکم بر جهان باشه. لذا هدف کلی ما از برنامه این است که ما به یک خودشناسی برسیم که فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کس به معرفت نفس برسد، به معرفت خدا هم میرسه. اگر بخوایم عینی تر و ملموس تر صحبت بکنیم، بله، لازم میدونم اشاره بکنیم به آیه شریفه که چقدر زیبا واقعا مخاطب قرار داده پیغمبر، و خطاب به مؤمنین هم میگه. میگه پیغمبر فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب.
ببینید میگه پیغمبر بشارت بده به بندگان خاصمه. بندگان خاصمه کیا هستن؟ کسانی که هر سخنی را میشنوند از شنیدن سخن عبا ندارن، نمیترسن، استقبال میکنن، استقبال میکنن، یعنی یک نوع آزاد اندیشی و آزادی تفکر دارن، اما هر سخنی را بدون تفکر و تحقیق نمیپذیرن. فیتبعون احسنه، سره را از ناسره تشخیص میدن، اهل تقلید نیستن، اهل تحقیقن، اهل تفکرند نه اهل عادت، اهل خلاقیتند و نه اهل انفعال و تحت تأثیر قرار گرفتن. بعد میفرماید اولائک الذین هداهم الله، اینا کسانی هستند که خدا اینها رو هدایت کرده، و اولائک هم اولو الالباب، اینا صاحب عقلن. بنابراین به این نتیجه میرسیم که یکی از اهداف تربیت و تعلیم و اصلا اخلاق تعلیم و تربیت این است که ما به تعقل برسیم، که عقل یکی از قله هایی است که انسان برای رسیدن به او خلق شده. بسیار عالی. دکتر توکلی بزرگوار آیه از قرآن رو قرائت فرمودید و بحث ما منور شد. صحبت های شما درباره این آیه ناتمام بود. قبل از اینکه به حدیث شریفی که از امام صادق خطاب به هشام هست و در تفسیر این آیه شریف هست برسیم، سوال اصلی ما این بود که ما باید اول انسان رو بشناسیم، توانایی های انسان و استعدادهای انسان رو بشناسیم، در حقیقت بدانیم که انسان چه هویتی داره، چه مقومات و ذاتیاتی داره که اگر اونها نباشد انسانیت انسان دچار خلل و اختلال میشه. بله. اگر این رو دانستیم بعد میتونیم برای انسان هدف مناسب رو تعریف بکنیم. در واقع ما اول باید انسان رو بشناسیم که چی هست و چی نیازهایی داره و چی مقصد و مقصود و چی هدفی داره که باید به اونجا برسه، تا یک نسخه درستی در تعلیم و تربیت در واقع بهش تجویز کنیم که بر اساس این نسخه این انسان به اون مراتب برسه. ببینید باز اشاره میکنیم به سخن مولانا که در واقع میخواد یک نوع انسان شناسی و معرفت نفس داشته باشه. میگه که به انسان خطاب میکنه، میگه گر در طلب گرده نانی نانی. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم انسان مجموعه دانسته ها و خواسته ها یعنی آرزو هاست. به هر انسانی از هر کسی بپرسید آرزوهای او چیست تا بدونید که او کیست. قله های آرزوهای او چیست؟ یک کسی آرزوش اینه که مثلا به پول و ثروت و قدرت و زن و فرزند و خانه برسه، تمام آرزوهاش آرزوهای مادی است. یک کسی آرزوش اینه که مثلا به معراج برسه. خب اینا دوتا انسان هستن. گر در طلب گرده نانی نانی، و در طلب گوهر کانی کانی. میگه اگر کل هدف اینه که یک گرده نان به دست بیاری و بخوری، به قول سعدی گفت که خوردن برای زیستن است نه زیستن برای خوردن. اگه هدف تو از زیستن خوردنه، تو همون آدمی هستی که در طلب گرده نانی. ارزش تو هم به اندازه همون نانه.
و در طلب گوهر کانی کانی. اگر هدفت از خوردن خود خوردن نیست بلکه زیستن است و رسیدن به اهداف، مثلا یکیش اینه که به چیز ارزشمند به طلا برسی، ارزش تو منزه او طلاست. بعد میگه این نکته رمز اگر بدانی دانی، هر چیز که در جستن آنی آنی. نکته رمز زندگی همینه که بدانی که شما هدفت چیه، کعبه آمالت کجاست، قله آرزوات کجاست. بعد وقت میتونی خودت بشناسی و این آسان حاصل نمیشه. هرچی معلومات انسان از خودش، از خدا، از طبیعت و از جامعه بیشتر باشه، قله های آرزوهای انسان بالاتر میره. در واقع افق دید بزرگتر برای انسان شکل میگیره. هرچی انسان دیدش بزرگتر شد و مطالعات و دانسته هایش بیشتر شد و عقلش بیشتر رشد پیدا کنه، نگاهش و نوع نگاهش به عالم و حقایق عالم فرق میکنه. احسن. مثل این است که انسان یک وقتی از کف زمین میبینه اطراف خدا، یک وقت است که میره پشت بام میره، یک وقت است که پشت یک آسمان خراش چند طبقه میره، یک وقت است که از فراز قله بسیار بلند یا از داخل هواپیما زیر پا رو میبینه. دانش هم به همین صورت هست. دقیقا همینه. ببینید انسان ها درگیر جسم و جسمانی و نفسانیات و تمایلات روحانی هستند. ما موجودی هستیم که دو بعد داریم، بعد جسمانی و بعد ملکوتی و معنوی. در اول اشاره فرمودید. بله. جسم ما یک سری نیازهایی داره، روح ما هم یک سری نیازهایی داره. باز اینجا مولانا تعبیر خیلی تمثیل قشنگی داره در مثنوی، میگه که مجنون که خب عاشق لیلی بود و خانه لیلی آن طرف صحرا بود. بله. مجنون یک ناقه داشت، ناقه یعنی شتر ماده. درست. که تازه بچه این ناقه متولد شده بود و مشغول غذا دادن به این بچه بود و مشغول خاربون بود. مجنون قرار گذاشته بود با لیلی که مثلا در ساعت مقرر بره به ملاقات او، خیلی عجله داشت، سوار بر ناقه شد. تا از ناقه غفلت میکرد، ناقه برمیگشت پیش بچه خو و مشغول خوردن خاربون میشد. بعد مجنون ناگهان با خودش فکر کرد، گفت که من اگه بخوام گرفتار این ناقه باشم از هدف اصلی باز میمونم، که لیلی باشد. از ناقه آمد پایین و پای اوریان روی خار مقیلان رفت و رسید به لیلی. ببینید اینجا چقدر زیبا میگه که میگه تن ز عشق خاربون چون ناقه ای، جان ز هجر عرش اندر فاقه ای. جان کشیده سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. خب وقتی که یک جنگ و نزاعی بین تمایلات جسمانی و روحانی هست، اگر این هماهنگی ایجاد نشه، اگر جسم در خدمت روح قرار نگیره و اگر ما دائما در واقع به تعبیر وطندارها این تمایلات تبدیل بشه به یک بزکشی، یعنی روح میخواد بره به آسمان، جسم میخواد بچسبه به زمین، ما تکه میشیم. انبیای الهی آمدن تا یک هماهنگی، یک هارمونی، یک نظم ایجاد بکنن، به ما بگن آقا سهم تن را بده تا روح تو را آزاد بکنه و برسی به ملکوت. و راهش برای ما معین کردن که حالا ما توی برنامه ها به قضیه میرسیم. لذا در تفسیر آیه شریفه امام صادق علیه السلام به ابن هشام میفرماید که ابن هشام، یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل الفهم والعقل من عباده فی کتابه. میگه هشام، شما میدونید که هشام از در واقع خصیصین امام صادق بود و از شاگردان نزدیک. بله، از اصحاب سر امام صادق بود. فرماید یا هشام خداوند اهل فهم و اهل عقل را بشارت داده. این اشاره به این است که بعضی از مردم اهل فهم و اهل عقل نیستن. مخاطب و کسانی نیست که میخوان عاقلانه، فهیمانه و اخلاقی زندگی بکنن. بعد فرمود، امام میگه که بعد فقال، خداوند گفت فی کتابه فبشر عباد الذین یستمعون القول. این آیه میخواد به ما بگه که انسان اندیشمند کسی نیست که مقلدانه زندگی میکند، کسی نیست که هرچه دیگران بگن تحت تأثیر افکار عمومی، تحت تأثیر شانتاژهای تبلیغاتی، تحت تأثیر جو
و محیط هست. انسان عاقل کسی است که دارای اندیشه است، دارای حزب باد نیست. بله، حزب باد نیست. لا اله الا الله ولا اله الا الله، مذبذبین بین ذلک نیست. اینجا جالبه که اشاره بکنم به آیه شریفه، به این حدیث شریفی که پیغمبر فرمود، فرمود کفا بالمرء جهلا ان يحدث بكل ما سمعه. فرمود در جهالت یک انسان، بینندگان عزیز توجه کنند، جهل اینجا در این آیات، در این احادیث در مقابل عقل است، جهل اینجا در مقابل علم نیست. در بیعقلی و نادانی یک شخص همین کافی هست که هر چیزی رو که میشنود بدون تفکر، بدون اندیشه، بدون تفکر انتقادی، بدون امروزی ها، بدون تحلیل کردن، بله، و بدون این که بخواد واقعا راست در از دروغ تشخیص بده، اینا رو نقل بکنه. شما ببینید توی فضای مجازی امروز ما متاسفانه گاهی اوقات دچار توهم دانایی میشیم. هر کس هر چیزی را ندانسته چشم بسته نقل میکنه، فوروارد میکنه به دیگران، یا در همین محافل حتی خصوصی یا جمعی مثلا جمع گرده هم جمع میشن، هر مسئله‌ای که مطرح میشه گویا اونجا همه صاحب نظرن، چی مسئله سیاسی باشه، بله، چی اقتصادی، بله، باشه، چی دینی باشه، بله، چی مسائل دیگه ای که باشه، اونجا همه صاحب نظرن. بله، خیلی جالبه. بله، و جالب همونجا هست که از یک نفر نگاه میکنی که درباره مسائل متناقض دیدگاه متضاد متناقضی اونجا بیان میشه. همین تفکر هم میدان، همه افراد فکر میکنن که همه چیزو میفهمن، به خودش توهم دانی، این یک نوع جهل مرکبه. بله. ببینید سقراط که معروف به شهید حکمته، جمله معروفی داره، میگه زندگی بررسی نشده ارزش زیستن ندارد. یعنی چی؟ یعنی ما باید هر چیزی که میشنویم در بوته نقد بگذاریم. بله. بعد حالا نکته‌ای که اینجا هست اینه که ما باید ببینیم که اصلا تفکر یعنی چی؟ آیا تفکر همون عادته، همون چیزی است که از دیگران به صورت ارثی به ما رسیده، یا نه یک چیز دیگری است؟ ارتباط تفکر با تعقل در کجاست؟ اگر فرصت باشه من اشاره کوتاهی داشته باشم، کمتر از دو دقیقه، خیلی خیلی سریع. چشم، ببینید قرآن میگه و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. ببینید مغز ما مثل کارخانه است، کارخانه نیاز به مواد خام داره، مواد خام میگیره، پردازش میکنه و یک خروجی داره. بله. اگر محصول مواد خام، بله، نداشته باشه، خب چه چیزی بیاد پردازش کنه؟ خروجی هم نداره. و اگر بخواد صرفاً مواد خام داشته باشه و پردازش نکنه، این تبدیل میشه به یک انبار، دیگه خروجی نداره. لذا تعقل بدون علم، بدون مطالعه، بدون اندیشه و تفکر ممکن نیست. بله. اما اگر کسی صرفاً ذهن خود تبدیل بکنه به یک سیدی اطلاعات، یعنی اجازه بده هر اطلاعاتی وارد ذهن او بشه و اصلا اینو تحلیل نکنه، بررسی نکنه، تفکر نکنه، این هم دقیقاً نفس که مثل کارخانه است که مواد خام داره ولی پردازش نکرده، خروجی هم نداره. لذا قرآن میگه که پیغمبر ما این مثل ها رو به مردم میزنیم و تلک الامثال نضربها للناس، به مردم میگیم و ما یعقلها الا العالمون، تعقل نمیکنن، عمق این ضرب المثل های قرآنی نمیفهمد مگر کسی که صاحب علم است، صاحب اندیشه است. لذا باز مولوی گفت که ای برادر تو همان اندیشه ای، یا تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه ای گلخنی. لذا تعقل و تفکر بدون علم هم معنا ندارد. بسیار سپاسگزار هستیم، باز هم یک وقفه میگیریم، همراه با بینندگان عزیز و گرامی میان برنامه را میبینیم تا ادامه برنامه باز در خدمت شما و کارشناس محترم باشیم. Oh.
مثبت 964 780 255 4013 بله همون شماره است که شما هم به ذهن دارید، در گوشی هایتان ایره ضبط و ثبت کردید. پول ارتباطی تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری و برنامه با وقتی بیداری، یعنی همین برنامه با مخاطبین عزیز و گرامی یعنی خود شما هست. شما میتونید از طریق شماره در واتساپ و تلگرام با ما پیام بگذارید، وایس بفرستید، صدای دلنشین و نازنینتون رو برای ما بفرستید، حتی میتونید تماس بگیرید. پس ما منتظر ارتباط شما خوبان هستیم. خب جناب دکتر توکلی بزرگوار، عنوان موضوع بحث ما هست اخلاق تعلیم و تربیت. حالا بر اینجا مفصل در جلسات آینده میرسیم که خوب باز کنید، گرچند که اشارات فرمودید که اخلاق در تعلیم و تربیت چی جایگاهی داره، یا تعلیم و تربیت اخلاق مدار چی هست و چی نقشی داره در رساندن اون انسانی که گفتید جز دانش و علم چیزی دیگه ای نیست به هدف، و تعلیم و تربیت منهای اخلاق چی نقشی دارد برای اینکه انسان رو از اون اهداف عالیش باز بمانه. انشاءالله به این بحث میرسیم. بحث الان این است که معمولا در هر کشور وزارتخانه به خاطر این قضیه از بس که مهم هست در حد یک وزارتخانه به این کار میپردازن. نظام آموزشی یک کشور رو یک وزارتخانه پیش میبره و معمولا عنوان وزارتخانه ها مثلا در کشورهای فارسی زبان مثل افغانستان تعلیم و تربیت هست، در ایران آموزش و پرورش هست، در یک از کشورهای عربی اگه اشتباه نکنم عمان باشه اول تربیت را آورده، تعلیم تربیه و تعلیم. به هر صورت این دو تا کلمه کنار هم قرار گرفته، خب به حساب و کتاب که کنار هم قرار نگرفته، تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش. تربیت یا پرورش صحیح چیست و چی نسبت با آموزش یا تعلیم داره؟ بله، سوال خیلی دقیق است. ببینید یک قاعده کلی است و اینه که هر استعداد طبیعی نشان یک حق طبیعی است. یعنی ما باید ببینیم که چه استعدادهایی داریم تا بدونیم که چه حقوقی داریم. بله. و اگر او حقوق را استیفا کردیم به یک نوع تعادل و عدالت میرسیم و به حکمت میرسیم و به تعالی میرسیم. گفت عدل چه بود و از اندر موضعش، ظلم چه بود و از در ناموضعش. بله. عدل چه بود آب ده اشجار را، ظلم چه بود آب دادن خار را. هر چیزی باید در جای خودش باشه. بله. خب اگر بخوایم که ببینیم انسان چه استعدادهایی داره، باید ببینیم که تفاوت انسان با موجودات دیگه در چیست. همه عرض کردم انبیاء الهی، بزرگان تاریخ، اولیای الهی و حتی روانشناسان و حتی اندیشمندان بزرگ در علوم انسانی مختلف حرفشون این است که تفاوت انسان با موجودات دیگر در تفکر، قدرت تفکر، قدرت اندیشه و قدرت تعلم است. این که انسان میتونه چیزهایی یاد بگیره که دیگران، موجودات دیگر نمیتونن. بله. خب اگر این هست که آیه شریف هم به این اشاره داشت که صرف یاد گرفتن که شاید نباشه. نه. بعضی حیوانات هم قدرت یادگیری داره. مهم این هست که با قول منطقیون این داشته های خودش کنار هم بچینه و به یک چیز جدیدی برسه. دقیقاً. دقیقا. همین هست که انسان ها نظم زندگی انسان ها تاریخمند هست، یعنی هرچی که جلو پیشتر میریم تغییر میکنه، نظم های جدیدی میآید، سبک های جدیدی از زندگی، برعکس حیوانات که به همون سبک و سیاق است که از زمان آدم و حوا مثلا اگر بوده به همون سبک زندگی میکنه. انسان ها پیشرفت کردن. دقیقا. برای تایید فرمایش شما ملادی سبزواری میگه الفکر و حرکت من المبادی و من مبادیه الى المرادی. بله. یعنی دو تا ماده خام کنار هم میگذاره، اینا تجزیه تحلیل میکنه به یک نتیجه کامل تر میرسه. بله. اگر چون این هست باید ببینیم که تفکر اسیر چه چیزهاییست، تا اگر او از این اسارتها در بیاریم این تفکر حقیقی میشه. درست. چون ببینید ما گاهی اوقات فکر میکنیم که تفکر میکنیم. بنابراین میخوایم عرض کنیم که ببینید اولا انسان عرض کردیم باید تعلیم بیابه. تعلیم همون یاد گرفتن معلوماتی است که باعث تقویت عقل و خردورزی انسان میشه.
قدرت تفکر را قدرت بله عقلانیت کردن و تفکر بالا میبره. خب تربیت چیز؟ تربیت به فعلیت رساندن استعدادهای انسانه. عرض کردیم هر استعداد طبیعی نشان یک حق طبیعی است. درخت استعداد یاد گرفتن و درس خواندن نداره، پس حق یاد گرفتن نداره. درخت استعداد خوردن آب داره، لذا حق دارد که آب بنوشد. اما سنگ استعداد نوشیدن آب نداره، لذا حق نوشیدن آب را هم نداره. به همین ترتیب انسان استعداد رسیدن به ملکوت داره و لذا این حق را هم داره که به اونجا برسه. حق داره که به اونجا برسه. خب راهش چیه؟ راهش اینه که اون انسانیت انسان، اون منیت انسان، او در واقع روح و باطن و جان انسان تقویت بشه از طریق تعلیم و تربیت. تعلیم از طریق یاد گرفتن اموری است که باعث رشد عقلانیت میشه. بله. و تربیت قرار گرفتن در محیط و فضایی است که استعدادهای عقلانی و احساسی و عاطفی انسان به شکوفایی و به رشد و به تعالی میرسونه. و راهش اینه که در واقع عقل و بعد تربیتی و فطرت خور از در واقع موانع، از اسارتها، از زنجیرها رها کنیم. خیلی از موارد هست که ما میخوایم به یک هدفی برسیم اما گرفتار زنجیرها هستیم. یکی از اون زنجیرها عادتهای غلطی است که به ما میرسه، ممکنه در محیط جامعه، در محیط خانواده، در مکاتب، بله در مکاتب، بله. در دانشگاه ها، در نظام های سیاسی ما گرفتار ای عادت های غلط بشیم. شما ببینید انبیاء الهی به مشرکین میگفتن شما چرا بت ها رو میپرستید؟ بت هایی که نه میشنوند، نه میبینند، نه اراده دارن. چه بسا خودتون با دست خودتون رو تراشیده باشید. بله بله دقیقاً. ببینید اینجا امام صادق در اون حدیث که به خطاب به هشام فرمود ثم ذم الذين لا يعقلون فقال عليه السلام قال الله تبارك وتعالى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباؤنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ببینید امام صادق اشاره میکنه به هشام، میگه هشام هدف از تربیت تعقل است، رسیدن به اون مرحله است که فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل این است که شما رو به اون بعد الهی تو که برای او اصلا آفریده شدی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که اکثر مفسرین بر اساس استناد به حدیث شریف لیعبدون رو تعبیر کردن به ای لیعرفون. ما خداوند بشناسن. بله اول معرفت است بعد عبادت، چون اگه معرفت نباشه عبادت معنی نداره و معرفت از طریق تعقل و تفکر ایجاد میشه. ببینید پیغمبران، انبیاء الهی به مشرکین، به جامعه جاهلی چی میگفتن؟ میگفتن و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، اطاعت کنید از اون چی که خداوند بر شما نازل کرده توسط انبیا و کتابهای الهی. در جواب میگفتن قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباؤنا، اون چی که از پدران ما به ما رسیده، خرافات، بدعتها، اون چیز جهلها، اون چیزهایی که خلاف عقل و اندیشه و خلاف آزادی انسان است، خلاف اراده اخلاقی انسان است. مثل چی؟ مثل عبادت کردن اشیا، مثل عبادت کردن طاغوت‌های زمان. امام علی فرمود من اصغا الى متکلم فقط عبده، هر کس گوش جان بده به یک متکلمی، دل بده، یعنی دل بده، بله، یعنی هر چی که او گفت بگه سمعنا و اطعنا، بدون تعقل، بدون تفکر حرف او رو بپذیره. یک چنین کسی که تعقل نداره، تفکر نداره، اهل تقلید هست، ای در واقع او متکلم و گویندر عبادت کرده، چون عبادت معنیش همینه. ببینید خداوند در مورد انبیا میگه که و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. انبیا الهی وقتی که به این نتیجه رسیدن به صورت حق الیقین و علم الیقین که خداوند حکیم است، عادل است، قادر است، خالق است، چی گفتن به خدا؟ گفتن قالوا سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. حالا اگر غیر خدا رو ما در مقابل غیر خدا که میشه طاغوت بگیم سمعنا و اطعنا، یعنی چی؟ یعنی تعقل نکنیم، تفکر نداشته باشیم، طبق عادتهای ارثی عمل بکنیم، این در واقع او شی و او شخص میشه معبود ما.
و اینجا خلاف عقلانیت، خلاف اون ماهیت و هویت انسانی خودمون عمل کردیم. بعد قرآن اینجا چه جواب زیبایی میده، میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. پیغمبر به اینا بگو اگه پدر تو عقل نداشت، اهل اندیشه نبود، تعقل نداشت، مقلدانه دنبال خرافات و بدعت ها بود، دنبال این بود که آقا اکثر مردم دنیا مثلا خداپرست نیستن، چون اکثر مردم خداپرست نیستن پس اونا بر حق ما بریم نعوذ بالله نستعیذ بالله خدا ناباور بشیم. ببینید یکی ده اینجوری میگن، میگن آقا اکثریت، ببینیم اکثریت مردم چه میکنن، ما هم همون کارو بکنیم. اگر چنین شد این در واقع استفاده از عقل نیست. اون عقلی که امام صادق فرمود العقل ما او بده به رحمان و اکتوسی به بهل جنا. بعد فرمود اولو کن آبا هم لا یقلون ولا یحتدون. آقا پدر تو هدایت نشده، پدر تو بر اساس عادتها حرکت کرده. یکی از راه های تربیت صحیح و اخلاقی زندگی کردن اینه که ما عادتهای غلط بذاریم کنار. درست، این نکته اول. نکته دوم، بله، دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگر بسیار مختصر بفرمایید. خیلی کوتاه عرض میکنم. ببینید نکته دوم اینه که تربیت باید بر اساس اراده اخلاقی و اراده آزاد انسان ها باشد. در تربیت جبر معنی نداره، تربیت باید بر اساس شوق باشد، بر اساس میل باشد. لذاست حالا اشاره میکنیم این هفته، به ادامهش هفته بعد میگیم که در نهج البلاغه داریم ان للقلب شهوتا و اقبالا و ادبار فاتو من قبل شهوتها فان القلب اذا اكره عميه. این چقدر زیباست، حتی در مورد عبادت هم همینه. امام علی فرمود که قلب اینجا شهوت به معنی میله، علاقه است، میلی دارد و اکراهی دارد. بله. قلب وقتی به چیزی علاقه داشت، حتی به عبادت، به مستحبات، به او میل بیارید، علاقه داشته باشید و برید به سمت او. بله. و وقتی که از چیزی گریزان بود اون کار رو انجام ندید. پس خلاصه این است که خیلی کوتاه، تربیت در واقع شکوفا کردن عقل، اراده، شکوفا کردن استعدادها و اختیار آزاد و اخلاقی انسان است. بسیار عالی، سپاسگزار هستیم که تا پایان بحث را بسیار به صورت عالی بیان فرمودید، ما هم استفاده کردیم. امیدواریم که شما بینندگان عزیز و گرامی هم تا پایان بحث ما را همراهی کرده باشین و این بحث برای شما مفید باشه. از فردای این برنامه در پایگاه‌های مجازی در آپارات و یوتیوب بارگذاری میشه، اونجا میتونید شما در این بحث سهم بگیرید، نقد و نظری اگر هست اونجا میتونید دیدگاهتان را برای ما بفرستید. بسیار سپاسگزار هستیم. همراه با کارشناس محترم جناب دکتر توکلی بزرگوار شب خوب و خوش و آرام برایتان آرزو میکنیم. خدایا رو نگهدارتان باشه.